خب گفتگو میکنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو در اسکاتلند. آقای تقی‌زاده، نخست وزیر اسرائیل در نخستین سفرش به بحرین بر علاقه دو کشور بر مبارزه با جمهوری اسلامی تاکید کرده. پیش از پرداختن به این مسئله، اگه موافق باشید از مناسبات و روابط تازه اسرائیل با کشورهای عربی منطقه به خصوص بحرین برامون بگید. تحولات تازه دنباله اقدامی است که در سال 2002، سال آخر رئیس جمهوری آقای ترامپ صورت گرفت و پیمانی به عنوان پیمان صلح ابراهیم امضا شد بین اسرائیل و تعدادی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس. حالا اوج این همکاری ها رو که بعد از امضای اون پیمان ما شاهد بودیم در طول چند روز گذشته در بحرین دیدیم، همزمان با حملاتی که منسوب بود به حوتی ها و در اون روزی که این حمله صورت می گرفت رئیس جمهور اسرائیل از امارات دیدن می کرد. حدود دو هفته قبل موشک حوتی ها به سمت امارات شلیک شد و چند روز بعد وزیر دفاع اسرائیل در منامه بود و اعلام شد که به زودی یک نماینده یا آتشه نظامی اسرائیل هم به بحرین میره. در حقیقت اقدامی که 13 روز قبل با رفتن بنی گانس در منامه شکل عملی گرفت، یعنی یک پیمان همکاری دفاعی بین بحرین و اسرائیل رسما امضا شد. حالا نخست وزیر اسرائیل به عنوان بالاترین مقام دولتی اون کشور به یک کشور عربی میره، کشور عربی که ساکنین و اکثریت اونها شیعه هستن و یک گروه به اصطلاح فعال مخالف دولت هم الوفاق داره و جمهوری اسلامی ظاهرا در ارتباط با اونها بوده، ولی میبینیم که همکاری های نظامی اسرائیل به خصوص در منطقه خلیج فارس رو به افزایشه. و آقای تقی‌زاده، دیدار نفتالی بنت با مقامات بحرینی و خط و نشان برای ایران چقدر به لحاظ منطقه‌ای میتونه این دیدارها و مذاکرات داره اهمیت باشه و به نوعی فشار وارد کنه بر موقعیت ایران و همچنین گفتگوهای هسته‌ای؟ در مورد گفتگوهای هسته‌ای فشار فوری رو شاید نشه دید، ولی در میان مدت همونطور که دیپلماسی تثبیت اسرائیل به عنوان یک واقعیت جغرافیایی، یک واقعیت تاریخی حالا شکلی منسجمتر از گذشته گرفته، توسعه مناسبات اسرائیل با کشورهای عربی هم در همون مسیر ادامه پیدا میکنه. الان صحبت از ایجاد یک ناتوی منطقه‌ای است و اگر اسرائیل نماینده نظامی میفرسته به بحرین که با 29 نمایندگی نظامی دیگر در منامه شکل خاصی به این همکاری و ائتلاف نظامی بده، میبینیم که استقرار ناتو با حضور آمریکا که ناوگان پنجمش در بحرین مستقر هست میتونه یک مقابله جدی، یک صف دفاعی در مقابل جمهوری اسلامی باشه. الان صحبت از خرید سامانه دفاع موشکی اسرائیلی ها هست توسط عربستان سعودی، امارات و همینطور بحرین، و همینطور آمریکایی‌ها اعلام میکنن که در منطقه تحت اداره خودشون ناوگان پنجم دریایی از قایق‌های بدون سرنشین اسرائیلی استفاده می‌کنن. اینها نشون میده که تحریکات جمهوری اسلامی دشمن شماره یکی رو که معرفی می‌کرد حالا به عنوان دوست عرب‌ها و اتحاد اسرائیل و عرب‌ها رو در مقابل جمهوری اسلامی به یک واقعیت تبدیل کرده. و دست آخر آقای تقی‌زاده، اینکه یک مقام آمریکایی اعلام کرده که واشنگتن مشغول بررسی اضافه کردن قایق‌های بدون سرنشین اسرائیلی به ناوگان دریایی ایالات متحده در خاورمیانه است. نقش و قدرت نظامی اسرائیل در حال حاضر در منطقه چگونه است و چقدر محوری؟ اسرائیل یکی از شاید 5 قدرت بزرگ نظامی دنیا است. شاید از نظر شماره پرشماره نباشه، ولی از نظر تجهیزات در حال جزء پیشرفته ترین و قدرتمندترین ارتشهای منطقه است. حالا اگر این قدرت شکل ائتلاف منطقه‌ای بگیره، یعنی با استقرار یک ناتوی منطقه‌ای، از خلیج فارس تا مدیترانه میتونه با پوششی که امروز ما در اروپا شاهد هستیم و میبینیم نقش رهبری آمریکا رو با نقش رهبری مشترک آمریکا و اسرائیل در کشورهای عربی شکل تازه‌ای به مسائل دفاعی و موازنه قدرت در منطقه بده. بسیار از شما سپاسگزارم رضا تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید.